ربات ها به آدم ها حمله کردن و حالا تنها مونجیشون یعنی نئو باید همه رو نجات بده. گلاسیا سلام، میریم سراغ ماتریکس دوم یعنی ریلودد، محصول 2003 که نمره 7.2 IMDB هم داره. ریلودد نسخه از ماتریکس هست که کلن یه داستان جدیدی به فیلم میده و خیلی قشنگ با مغز آدم ها بازی میکنه و باعث میشه به هستی و همه دنیا شک بکنن. حتما تحلیل آخرش گوش بکنید، بخاطر اینکه این قسمت یه سری حرفای مهم داره و باید در موردش صحبت بکنیم تا قشنگ بفهمیمش. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه خشنش هم باشه. رفقا اگه قسمت یک فیلمو ندید میتونید از بالا سمت راست انتخابش کنید، چون این فیلم در ادامه اونه و باید حتما این قسمت قبلی رو تماشا کرده باشید. با شروع فیلم نئو رو میبینیم که کنار ترینیتی خوابیده. کابوس میبینه که ترینیتی در حال فرار از یه سری ماموره و در آخر به سینه‌اش گلوله‌ای میخوره و همین لحظه از خواب میپره. خیلی هم استرس داره و نگرانه. طرف دیگه سفینه، مورفیوس رهبر اینجا رو میبینیم که مرد جدیدی به اسم لینکو به عنوان خلبان آورده. دارن آماده میشن تا به ماتریکس برن. قرار فرمانده های تمام سفینه های بازمونده از آدم ها توی ماتریکس ملاقات کنن و جلسه خیلی مهمی هم هست. این در حالیه که نئو هم خوابش رو برای ترینیتی تعریف میکنه و اونم قول میده مراقب خودش باشه. همگی میرن تو ماتریکس، جلسه فرمانده ها برگزار میشه و یکیشون به اسم کاپیتان نایوبی اعلام میکنه که گروهی از ماشین ها به اسم اوسایریس دست به کار شدن تا همه آدم ها رو نابود کنن. خیلی هم نسبت به قبل پیشرفته ترن و خطرناک شدن. گروه اوسایریس قراره به سمت شهر زایان، تنها مکان امن انسان ها، حرکت کنه و 72 ساعت دیگه هم به اونجا میرسه. فرمانده اصلی شهر یعنی لاک هم دستور داده همه سفینه ها به شهر زایان برگردن تا ازش مراقبت کنن. مورفیوس هم خیلی نگران شده و پیشنهاد میده یکی از سفینه ها همینجا بمونه تا از پیشگو در مورد این اتفاق سوال کنه و بعد به زایان بیاد. فرمانده یکی از سفینه ها یعنی بالارت هم ماموریت رو به عهده میگیره. وسط همین جلسه نئو یه حس عجیب داره، مطمئنه توی خطرن. یه بسته به نگهبان جلسه تحویل داده میشه و نئو با باز کردنش هنسفری مامور ماتریکس یعنی اسمیت رو میبینه. مامور اسمیت با این هنسفری یه پیغام فرستاده و داره میگه تو منو آزادم کردی. چند لحظه بعد سه تا مامور حمله میکنن و نئو به سادگی همه رو شکست میده. بعد به راحتی از زمین بلند میشه و دنبال مامور اسمیت میگرده. اینجا میفهمیم که بعد از پایان نسخه قبلی، کاری که نئو انجام داد و همه قوانین ماتریکس رو از بین برد، باعث شد مامور اسمیت هم از این قوانین شکسته شده استفاده کنه و در نتیجه قدرت خودش رو 1000 برابر کرده. به حدی که میتونه با یه حرکت صدها کپی از خودش بسازه. نئو هم نتیجه یه گشتش نمیگیره و بعد برگشت پیش بقیه همه از ماتریکس میرن بیرون. به سمت شهر زایان راه میافتن و طولی نمیکشه که به این شهر میرسن. از سفینه میان بیرون و مورفیوس به دیدن فرمانده لاک میره، فرمانده شهر. مشخصه با هم رابطه بدی دارن و فرمانده مورفیوس رو دعوا میکنه که چرا گفتی یکی از سفینه ها تو ماتریکس بمونه. مورفیوس توضیح میده باید از پیشگو کمک بگیریم، اما فرمانده لاک اعتقادی بهش نداره. وقتی هم مورفیوس میگه شخص برگزیدمون میتونه همه رو نجات بده، بازم مسخرهش میکنه و رئیس شورای شهر وارد میشه. از فرمانده لاک میپرسه میخوای به مردم در مورد جنگ چی بگی؟ فرمانده میگه حقیقتو میگیم، چون واقعا امکان داره هممون شکست بخوریم. مورفیوس مخالفه، چون معتقده باید همه مردم امید داشته باشن و بتونن به نئو کمک کنن. اگه حقیقتو کامل بهشون بگی همه دپرس میشن و هیچ امیدی نمیمونه. طرف دیگه نئو و ترینیتی توی آسانسور همون میبوسن و با رسیدن به طبقه کلی آدم جلوی در منتظرن. اینا آدم هایی هن که به پیشگو باور کامل دارن و مطمئنن نئو همون فرد برگزیده است. به روایتی پیامبرشون شده و هرچی دارن رو بهش تقدیم میکنن تا باهاشون دوست بمونه. بالاخره زمان سخنرانی فرمانده لاک میرسه. رئیس شورا سخنرانی رو با یادی از کسایی که الان به دست ماشین ها کشته شدن شروع میکنه. حالا به جای فرمانده لاک مورفیوس میاد تا صحبت کنه. در مورد حمله گروه اوسایریس همه چی رو توضیح میده و بعد میگه که شهر ما خیلی قویه و هر جوری هست با اونا مقابله میکنیم. مردم هم کلی تشویقش میکنن. کاپیتان نایوبی هم با مورفیوس صحبت میکنه و میگه خیلی حرف خوبی زدیم. مردم خوشحالن و شروع به رقصیدن میکنن. همه به این انرژی که مورفیوس پخش کرد نیاز داشتن و ترینیتی هم با نئو بعد رقصیدن میرن و با هم رابطه برقرار میکنن و میخوابن. یه سر میریم توی ماتریکس. افراد سفینه‌ای که اینجا موندن بالاخره پیام مهمی از پیشگو دریافت میکنن و میخوان سری به زایان برگردن. اما مامور اسپید وسط راه سبز میشه. یکی از آدمها با پیام پیشگو فرار میکنه، اما مامور اسمیت حالا با قدرت زیاد کار عجیبی میکنه.
کنترل بدن یکی از اعضای سفینه رو به دست میگیره. بعدم با استفاده از تلفن راه خروج برای اولین بار از ماتریکس خارج میشه و توی دنیای واقعی کنترل بدن همین مرد رو به دست میگیره. توی واقعیت روز بعد میرسه و سفینه‌ای که توی ماتریکس مونده بودم بالاخره به شهر زایان برمیگرده. پیام پیشگو رو هم به نئومی رسونن و حالا میبینیم که بین، یعنی کسی که الان مأمور اسمیت توی واقعیت کنترلش رو به دست گرفته، همینجا اومده. نئومی هم با دیدنش یکم رفتارش براش عجیبه اما چیزی نمیگه. برام همراه مورفیوس، ترینیتی و لینک به سفینه‌شون میرن تا وارد ماتریکس شن. پیام پیشگو مهم بوده و نئو میخواد هر جوری هست باهاش صحبت کنه. وارد ماتریکس میشن. نئو هم بعد ورود به خونه پیشگو با بادیگارد اصلیش مبارزه میکنه تا بهش ثابت کنه که خودشه و بالاخره به دیدن پیشگو میره. حالا میفهمیم که چیزی که پیشگو گفته چی بوده. حرفی که خیلی هم نئو رو به هم ریخته. تو اون پیام پیشگو اعتراف کرده که خودش یه آدم واقعی نیست، بلکه ماتریکس اونو درستش کرده. نئو میگه من دیگه چجوری بهت اعتماد کنم وقتی خودت هم ساخته ماتریکسی. پیشگو میگه من یه قدرت یا گلیچ دارم که میتونم آینده و برنامه ماتریکس رو پیش بینی کنم. برای همینم هم خیلی چیزها میدونم و تو هم کسی هستی که میتونی شهر زایان رو نجات بدی. کافیه به سورس یا منبع ماتریکس بری و اونجا رازشو بفهمی. رازی که در مورد ماشین هاست و میتونه به همه کمک کنه. نئو میگه چجوری به منبع ماتریکس برم و پیشگو توضیح میده تنها یه نفر راهشو بلده و اسمش هم کلید سازه. کلید ساز یه برنامه هست که توسط ماتریکس ساخته شده اما مثل ویروسه. برای همینم یه جای خیلی امن زندانیش کردن تا نتونه به خود ماتریکس آسیب برسونه. اما اگه پیداش کنی راه رسیدن منبع اصلی رو بهت یاد میدم. یه لفه مأمور اسمیت سر میرسه. پیشگو فرار میکنه و مبارزه بین نئو و اسمیت سر میگیره. اسمیت میخواد با قدرت جدیدش بدن نئو رو هم بگیره اما اون نمیذاره. مدام از خودش کپی درست میکنه و در آخر نئو رو زمین گیر میفته. اما ترینیتی با یک کمک از دنیای واقعی نئو رو رها میکنه و اونو از مبارزه در میره. میریم به شهر زایان که شورای برگزار شده و در مورد جنگ حرف میزنن. فرمانده لاک میگه باید دفاعمون رو قوی کنیم چون شرایط خیلی بده. اما اعضای شورای شهر مخالف این کارن و همه معتقدن که فرد برگزیده یعنی نئو میتونه ماشین ها رو شکست بده. برای همین هم دستور میده که دو تا از سفینه ها هم به کمک سفینه مورفیوس برن و وارد ماتریکسن تا به کمک نئو برسن. کاپیتان نایوبیو یکی دیگه از کاپیتان ها همین کار رو قبول میکنن. میریم داخل ماتریکس. نئو، مورفیوس و ترینیتی در تلاش برای پیدا کردن کلید سازن و به دیدن مردی به اسم مروینجیان میرن. مروینجیان یه برنامه توی ماتریکسه که تا به حال هیچ ماموری نتونسته حذفش کنه. مثل ویروس و وظیفش قاچاق اطلاعات از قسمت‌های مختلف ماتریکسه. نئو ازش اطلاعاتی میخواد که جای کلید سازو پیدا کنه اما اون حاضر نیست همچین کاری کنه چون برنامه محافظت از کلید ساز خیلی قویه و ممکنه اونم از بین ببره. در آخر همسر مروینجیان قبول میکنه کمک کنه و در قبالش یک بوسه از شخص برگزیده یعنی نئو میخواد. اونم همین کار رو انجام میده و با کمکش از یه راه مخفی به کلیدساز میرسن. اما هم که میخوان ازش کمک بگیرن مامورهای محافظ کلیدساز میان و مشخص میشه مروینجیان بوده که اونا رو لو داده. در حالی که کلیدساز در میره و مورفیوس و ترینیتی هم دنبالشن، نئو موفق میشه مامورهای دیگر رو شکست بده. اما دغدغه‌های اصلی که سیستم امنیتی کلیدسازن دنبال مورفیوس و ترینیتی میفتن تا کلیدساز رو پس بگیرن. نئو هم خودش رو به این مبارزه میرسونه و همین لحظه هم کاپیتان نایوبی و افرادش میان توی ماتریکس. با کمک همشون دغدغه‌های محافظ شکست میخورن و بالاخره کلیدساز به خونه امن میره. نئو ازش در مورد منبع ماتریکس میپرسه. اونم آدرس خونه‌ای که باید وارد شن رو لو میده. خونه‌ای که هزاران در مختلف داره و فقط یکیش به منبع میرسه. مورفیوس، نایوبی و کاپیتان سوم برنامه‌شون رو می‌ریزن که 12 شب به این خونه حمله کنن. زمان حمله میرسه و کاپیتان نایوبی و گروهش برق رو قطع می‌کنن. مورفیوس، نئو و کلیدساز هم به سمت منبع میرن و ترینیتی هم به خاطر اصرار نئو و کابوس‌های همیشگیش تو واقعیت و سفینه مونده که یه موقع آسیبی بهش نرسه. کاپیتان سوم وظیفش قطع کردن سیستم امنیتی ساختمونه اما وسط عملیات یه رفه سفینه‌شون توسط ربات‌ها مورد حمله قرار میگیره. همه اعضای سفینه هم کشته میشن و ترینیتی که جریان رو میفهمه مجبور میشه بیاد تو ماتریکس تا مأموریت اون گروه رو انجام بده. ورود ترینیتی به ماتریکس کاملا شبیه کابوسیه که نئو اول فیلم دید اما این بار گلوله‌ای بهش نمیخوره و موفق میشه به راحتی بیاد توی ساختمون و سیستم امنیتی رو قطع کنه. به محض اینکه موفق میشه و برق‌های کل شهر از کار میافتن، نئو همراه کلیدساز و مورفیوس هم در منبع ماتریکس رو میبینن اما مأمور اسمی جلوشون میاد. با ساختن صدها کپی از خودش مبارزه میکنه و یه لحظه موفق میشه بدن مورفیوس هم بگیره. اما نئو میزنتش کنار و همین که کلیدساز در منبع رو باز میکنه، اونا میپرن داخل، جایی که مأمور اسمیت نمیتونه وارد شه چون کد برنامه‌ریزیش اجازه رو بهش نمیده. ولی موفق میشه با شلیک کلیدساز رو زخمی کنه و اونم بعد تحویل دادن کلید آخر به نئو جونش رو از دست میده. به ورودی آخر میرسن. مورفیوس پشت در میمونه و نئو با کلید وارد میشه.
اینجا برای اولین بار مردی رو به اسم معمار میبینه. معمار کسیه که همه ماتریکس رو برنامه‌ریزی کرده، سازنده همه چیز توی این شبیه‌سازی، یا به روایتی خدای اینجا. معمار به نئو میگه شخص برگزیده یه نوع ناهنجاری توی ماتریکسه، مثل یه کد اشتباه، یه ویروس فوق‌العاده قوی، یه اشتباه بزرگ که برنامه نویس ممکنه انجام بده. قبل از تو 5 نفر دیگه اومدن پیش من و همشون میگفتن فرد برگزیدن. حالا نئو میفهمه پیشگو بهش دروغ گفته بوده که تنها یه فرد برگزیده میاد. پیشگو میخواسته هرجوری هست نئو تا اینجا بیاد و ناامید نشه. معمار ادامه میده که تنها 1% از آدمهایی که میان توی ماتریکس ذهنشون به جایی میرسه که میفهمن دروغه و میخوان ازش خارج شن. این آدمهایی که دنبال آزادین چیزی به اسم حق انتخاب نیاز دارن. تا حالا فکر کردی که چرا ربات ها اجازه میدن که این 1% برن بیرون و شلنگ هایی که بهشون وصله رو میکشن؟ چون که شما از ماتریکس خارج نمیشید، بلکه به انتخاب ماشین ها از اینجا میرید بیرون و به ماتریکس دیگه میرسید، جایی که خود ما طراحی کردیم تا بهتون توهم آزادی بدیم. ماشین ها و ربات ها همه چیه شهر آدم ها، حتی زایان با خبرن از اینکه کجاست و چه کسایی تا به حال بهش رسیدن. 5 بار قبل تو همین اتفاق افتاد که یه فرد برگزیده بخواد همه چی رو تغییر بده، اما در نهایت با توهم کشته شدن. نئو از شنیدن این حرفا شوکه شده و حالا یکم دودله که حرفای معمار واقعیتن یا نه. معمار میگه حالا تو هم مثل برگزیده های قبلی 2 تا حق انتخاب داری. 2 تا در جلوتن. در سمت چپ اینه که به منبع ماتریکس میره. اگه حرفای منو باور داری اون رو انتخاب میکنی. بعد از اون باید یه گروه 23 نفره تشکیل بدی که 16 تا زن و 7 تا مرد باشن. بعد اینکه ماشین ها شهر زایان رو نابود کردن، تو با کمک این 23 نفر میتونی شهر زایان رو از نو بسازی و زندگی جدیدی شروع کنی. اینطوری هم آدم ها هم ماتریکس به زندگی ادامه میدن. در سمت راستی و در صورت که منو باور نداری انتخاب کن. باعث میشه برگردی توی همین ماتریکس که بودی و در آخر بری پیش آدم های دیگه و باهاشون بجنگی و در آخر کنارشون بمیری. اینطوری شاید بتونی ماتریکس رو نابود کنی، اما همه آدم ها هم باهات نابود میشن. 5 نفر قبل از تو همشون گزینه اول انتخاب کردن، برای همین هم هست که تا الان آدم ها زنده موندن. نئو برخلاف برگزیده های قبلی حاضر نیست به این اجبار تن بده و گزینه دوم انتخاب میکنه. سریعا منبع میاد بیرون و وقتی ترینیتی و مأمور اسمیت در حال مبارزن به موقع میرسه و عشقش رو نجات میده. البته که ترینیتی یه تیر بهش خورده و نئو با قدرت موفق میشه گلوله رو از بدنش در بیاره و دوتایی هم ماتریکس میان بیرون. نئو همه چی رو تعریف کنه غیر از حرفهای معمار که باعث شده به دنیا هم شک کنه و مورفیوس و بقیه هم مثل خودش شوکه شدن و همین لحظه میفهمن ماشین ها به شهر حمله کردن و سریع از سفینه میان بیرون. همین لحظه ماشین ها به سفینه شلیک میکنن و مورفیوس با ناباوری سوختن اونو تماشا میکنه. چند لحظه بعدن تعداد دیگه ای از ماشین ها حمله میکنن. این بار نئو میره جلو و حالا که به خاطر اتفاقات توی ماتریکس ذهنش قوی شده، میتونه با موجی مثل وایفای با قدرت ذهنش جلوشونو بگیره، اما انقدر بهش فشار میاد که در آخر از حال میره. همین لحظه سفینه دیگه میاد و با کمک بهشون ماشین‌های باقی مونده هم شکست میدن. هنوز 1 روز به حمله نهایی ماشین‌ها مونده. جلسه بین افراد باقی مونده تشکیل میشه. کاپیتان سفینه‌ای که سررسیده میگه به ما هم حمله شد و تنها کسی که از سفینه کناریمون باقی موند یه نفر بود به اسم بین. سکانس آخر فیلم نئو رو نشون میده که روی تختی بستری شده تا بهتر شه. باز مونده اون سفینه هم کنارش رو میبینیم، کسی نیست جز بدنی که مأمور اسمیت توی ماتریکس تسخیر کرده بود و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. آقا برای اینکه ذهنتون درگیر نشه زیاد، اول از همه بگم توی این فیلم معمار داره دروغ میگه. همین، تمام میشه میره. حالا هر چقدر میخوای بهش فکر کن. لحظه ای که نئو میره تا با معمار صحبت بکنه و وارد اون صحنه میشیم، حرفایی که زده میشه به طور خلاصه این بود که آقا دو تا در داری. در اول اینه که یا میری توش و 14 تا زن 7 تا مرد انتخاب میکنی، یه دنیای جدید رو تشکیل میدی، با کمک اونا میتونی زایان رو دوباره از نو بسازی، به خاطر اینکه الان ماشینا حمله کردن و زایان داره نابود میشه. در بعدی هم این بود که برمیگری به ماتریکس و همونطوری عادی زندگیتو میکنی، ماشینا هم دارن حمله میکنن و تو هم کنار بقیه جونتو از دست میدی. حالا ما باید به این معمار شک کنیم. اولا که اصلا از کجا معلوم 5 تا منجی قبلی بودن یا نبودن؟ شاید داره دروغ میگه برای اینکه نئونا میشه. ما میگیم که آقا این حرفش حقیقت، 5 تا منجی بودن. حالا میره قسمت بعدی، میگه همشون اون انتخاب اولو کردن و رفتن یه گروهی رو تشکیل دادن تا زایانه از نو بسازن.
سوال این پیش میاد که اگه واقعا این اتفاق افتاده، چرا اون منجی که برگشت رو با تعدادی از آدم ها زایان از نو ساخته به تمام آدم های بعدی حقیقت رو نگفته که آقا اینجا هم یه ماتریکسه، پس بیا دنبال راه فرار از این باشیم، اون ماتریکس جدیده رو ولش کنید. خب این اصلا با عقل جور در نمیاد. کسی که قرار بود به عنوان فرد برگزیده همچه کاری انجام بده باید حقیقت رو میگفته. اما یه شکی تو ذهنمون وقتی پیش میاد که نئو از کنار اون میره و ترینیتی رو نجات میده، از ماتریکس میاد بیرون، پیش مورفیوس نشسته. اینجا با خودمون میگیم چرا؟ آقا چرا نئو حقیقت رو به بقیه نگفت؟ اونا هم مثل نئو فهمیدن که این بخش حرفهای معمار دروغه، به خاطر اینکه اگر واقعا اینجا هم ماتریکس بود باید میتونستن همونطوری قوانین فیزیکی رو زیر سوال ببرن، بپرن هر جایی که میخوان، هر کاری میخوان انجام بدن و در نهایت باید یه راهی پیدا میکردن که بتونن ازش خارج شن. اما خب این چیزی که اصلا با عقل جور در نمیاد، به خاطر اینکه اگر ماتریکس بود تمام قوانین باید زیر سوال میرفت، خیلی اتفاقهای عجیب میافتاد و از همه مهمتر اینکه تو نسخه‌های بعدی هم بهمون ثابت میشه اینجا همون دنیای واقعیه و ماتریکس دومی وجود نداره که بخوایم بگیم فیلم یه ماتریکس توی ماتریکس دیگه ساخته شده. پس آقا ذهنتون زیاد درگیر این قسمتش نکنید، میگم خیلی قشنگ فیلم با هم جور در میاد و اینطوری نیست که بگید یه مشکلی توی پلاتشه، نه، معمار میخواد نئو رو گول بزنه تا ماتریکس رو نابود نکنه. حالا یه سوال دیگه این که آقا چرا معمار میاد دروغ میگه؟ خب دلیل اصلیش اینه که معمار به آدم‌ها نیاز داره، خودش نمیتونه آدم‌های واقعی رو انتخاب بکنه و اگه واقعا هیچ آدمی نمونه، یعنی اون فرد برگزیده در سمت چپ رو انتخاب نکنه و یه سری آدم‌ها با خودش نیاره، وقتی که ماشین‌ها حمله می‌کنن همه آدم‌ها شاید نابود شن و در نهایت هر آدم آزادی خواهی که توی ماتریکس هست دیگه نتونه از جا بره بیرون و توی ماتریکس عملیاتش رو انجام بده و در نهایت همه چیز رو از بین ببره. معمار هر سری میومده این افراد برگزیده‌ای که اگه وجود داشتن، بازم میگم هنوز چیز قطعی نیستش، اگر وجود داشتن و اصلا مهمتر نئو رو گول میزنه که بیان تو تیم خودش و اینطوری بتونه یه سری از آدم‌ها رو با خودش همراه بکنه تا شهر زایان رو از نو بسازن و اینطوری تو دنیای واقعی هم از زندگی آدم‌ها با خبر باشه. اما نئو اولین کسیه که گولش رو انگار نمیخوره و خب وقتی که اون در سمت راست رو انتخاب بکنه و میره بیرون، یعنی میگه که گور بابات، مثلا اگر که قراره تموم شه بذار تموم شه، من حاضر نیستم کمکت بکنم و همینه که انقدر به معمار فشار میاره، آغش خیلی به هم میریزه، در حالی که اگه در سمت چپ رو انتخاب میکرد شاید دیگه نمیرفت بیرون که کمک بقیه بکنه، شاید نمیتونست جلوی اون ماشینهایی که حمله کرده بودن رو بگیره و به همین شکل هم تمام آدم ها نابود میشدن. همین برگشتنش پیش بقیه بود که تونست بقیه کمک بکنه، تو قسمت بعدی هم میبینیم که چه جوری نجاتشون میده. پس در کل بگم معمار مثل بقیه قسمت های ماتریکس از فرد برگزیده وحشت داره، به خاطر اینکه میدونه یه ناهنجاریه، به خاطر اینکه میدونه میتونه همه چیز رو نابود بکنه، میتونه ماتریکس رو کلا پاک کنه و میخواد هر جوری که هست اونو بکشونه سمت خودش و جلوی اینکه بخواد به بقیه آدم ها کمک کنه رو بگیره. اما خب نئو گول این کارو نمیخوره. همین، خواستم این قسمت فیلمو درست متوجه شید چون خیلی ذهن رو درگیر میکنه و شاید چند بارم دیده باشید ولی نتونسته باشید این قسمتشو به هم درست بچسبونید. در کل وقتی که فیلمم پخش شد تا سالهای سال بین طرفداراش بحث بود، چون یه سری میگفتن که فیلم یه ماتریکس توی ماتریکس دیگه ساخته شده و یه سری میگفتن نه، اون جایی که سفینه ها وجود دارن و شهر زایان هست دنیای واقعیه و خیلی طول کشید بتونم به یه بحث تقریبا مشترک برسم و بفهمم که اونجا واقعی بوده، در حالی که هنوزم خیلی اینو باور ندارم. دیگه همین، ماتریکس فیلمیه که خیلی فلسفه داره توی ذهن و خیلی خوب درگیر میکنه و باعث میشه یکم زندگی تو زیر سوال ببری و وقتی که به حقیقت میرسی بیشتر قدر حقیقت رو بدونی. اینکه به حقیقت شک کنی واقعا کار اشتباهی نیست، خیلی از ما نیاز داریم که اینطوری قدر زندگی رو بیشتر بدونیم و وقتی که باور کنیم یه بار بیشتر زنده نیستیم و این زندگی واقعیه، قدر همه لحظه هاشو 10 برابر قبل بیشتر میدونیم. پیشنهادتون رو بنویسید، لایک کامنت سابسکرایبتون نره، دوستتون دارم، روزتون هم یه لسی.